درود و سلام خدمت همگی شما همیهنان عزیز. امروز جمعه است یا روز آدینه است، 23 شهریور ماست و 14 سپتامبر سال 2018 و ما 20 برنامه رمز پیروزی رو با همدیگه آغاز میکنیم. در مورد هدف این برنامه، همطور که میدونید، از حدود نزدیک به شاید 2 پیش توضیح دادیم و در مقدمه همه برنامه تکرار شد که هدف از این برنامه این است که بتونیم با گفتگو با صاحب نظران و سخنگویان گروه های مختلف اپوزیسیون و شخصیت های فرهنگی و سیاسی در رابطه با چگونگی دست یافتن به یک همبستگی ملی در شرایط کنونی با هم گفتگو بکنیم و بتونیم به یک نتیجه مثبت و نزدیک به هم برسیم. در برنامه امروز اولین مهمانی که از داخل کشور در این برنامه شرکت میکنن جناب آقای محمد نوریزاد هستند که همگی شما با نام و چهره او آشنایی دارید. اما طبق روال همیشگی این برنامه به اختصار در رابطه با آقای محمد نوریزاد پیش از اون که گفتگومون رو آغاز بکنیم شرح حالی رو خدمتتون خواهم داد. محمد نوریزاد در روستایی در شهرستان شهریار به دنیا اومد. من صدای ایشون رو خوب متوجه نمیشم دوست عزیز. امیدوارم اتاق فرمان کمک بکنن که آقای نوریزاد صدای منو بهتر بشنون. الان آقای نوریزاد صدای منو دارید؟ بله بله، الان خیلی بهتر شد، سپاسگزارم. بسیار خب، من بعد از سلام علی کردن با بینندگانمون طبق روال همیشه داشتم شرح حال کوتاهی راجع به شما به بینندگانمون میدادیم. همونطور که عرض کردم، محمد نوریزاد در روستایی از شهرستان شهریار در سال 1331 به دنیا اومده. بعد از عکس دیپلم و شرکت در کنکور سراسری دانشگاه، بعد از یک مدتی علاقمند به رشته تحصیل در رشته برق بوده، به امریکا میره و در یکی از دانشگاه امریکا شروع به تحصیل میکنه در همین رشته. اما آغاز انقلاب اسلامی منجر به اون میشه که ایشون به ایران بازگرده و از اون پس با توجه به روابط و آشنایی که با برخی از دست‌اندرکاران کار سینما و مستندسازی به خصوص پیدا میکنه به این کار علاقمند میشه و در این رشته پیشرفت میکنه تا حدی که صاحب مدرک دکترای کارگردانی، یعنی معادل مدرک دکترای کارگردانی میشه و به عنوان یک فیلمساز، روزنامه نگار و کارگردان سینما شروع به فعالیت میکنه. اما در سالهای پیش از 1388 نسبت به بخشی از سیاستهای حکومتگران انتقاداتی رو بیان میکنه و پس از اون، یعنی در زمان 1388 با همراهی با فرزندش ابوذر نوریزاد در تظاهرات و اعتراضاتی که علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری بوده شرکت میکنه و عملا بعد از اون است که در صف مخالفین به یک معنا قرار میگیره. بازداشت میشه، به زندان میره، 1.5 در زندان میمونه و بعد از آزاد شدن از زندان همچنان به فعالیت‌های خودش ادامه میده. نامه‌های سرگشاده محمد نوریزاد نسبت به رهبر، رئیس مجلس، رئیس دستگاه قضایی و برخی دیگر از روحانیون باعث میشه که ماموران اطلاعاتی نسبت به او حساسیت پیدا بکنن و بارها مورد ضرب و شتم قرار میگیره، ولی او همچنان اعتراضات خودش رو تا به امروز ادامه داده. این اعتراضات در حدی است که گاهی وقتا برخی از ایرانیان حتی نسبت به این تحولات فکری در نزد آقای نوریزاد دچار تردید هم شده اند. با این حال، از اونجایی که نوریزاد یکی از چهره‌های فعال سیاسی در داخل کشوره، ازشون دعوت کردم که در این برنامه شرکت بکنن و درباره موضوع خاص مربوط به این برنامه باشون گفتگو بکنم. اجازه بدید به ایشون سلام بکنم و ازشون هم پیشاپیش تشکر کنم که این دعوت رو پذیرفتن و در این برنامه شرکت کردن. جناب نوریزاد درود بر شما. درود
بر شما دوست گرامی، درود بر هموطنانمون که این برنامه رو میبینن یا در آینده خواهند دید. سپاسگزارم از شما به خاطر فرصتی که برای این گفتگو فراهم آوردید. خواهش میکنم. جناب نوریزاد، ممکنه شما با این برنامه هنوز آشنایی پیدا نکرده باشید. من در ابتدام گفتم این برنامه فقط هدفش دامن زدن به بحث چگونگی ایجاد همبستگی ملی بین مردم ایران یا مردمان ایران و همچنین بین گروه‌های سیاسی دموکراسی‌خواه و مخالف وضع موجود در ایران هست. و از اونجایی که شما به هر حال چه بخواید چه نخواهید، امروز بیشتر شخصیت سیاسی شما مطرحه، نه شخصیت هنری و به اصطلاح تخصصی شما، و به همین خاطر از شما دعوت کردم که در این بحث شرکت کنید و نظرتون رو بگید. اولی پرسش من اینه که سیر تحولات فکری در شما با این مقدمه البته تا حدیست که همطور که اشاره کردم بعضی از ایرانیان نسبت به آن دچار تردید هستن، ولی من مایل نیستم اصلا شما این وقت رو صرف پاسخگویی به این مسئله بکنید، چون به نظرم این مهم نیست. مهم این است که الان شما بر اساس گفته‌هاتون در رابطه با پرسش اصلی من چه خواهید گفت. شما در گذشته امیدهای زیادی به کسانی مانند خاتمی، موسوی، کروبی و همچنین آقای رفسنجانی داشتید که فکر میکردید که از طریق اونها میشه اصلاحاتی رو در این حکومت به وجود آورد، اما در سالهای اخیر ناامید شدید نسبت به این به اصطلاح واقعی که میتونه از طرف جریانی به نام اصلاح طلبان صورت بگیره. یعنی باور کردید که اصلاح طلبان حتی اگر نیتی هم داشتن در این رابطه شکست خوردن و موفق نشدن به دلایل گوناگون. اما امروز با توجه به اینکه بخش زیادی از مردم ما هم نسبت به این جناح از حکومت اسلامی ناامید شدن و اعتراضات وسیعی رو در طی همین یک سال، نزدیک به یک سال گذشته در سراسر ایران نسبت به این حکومت انجام دادن، بنابراین شما از جمله کسانی هستید که از نزدیک شاهد رنج و درد مردم ما به خصوص مردم زحمتکش ما بوده اید و شاید همین واقعه تأثیرات به سزایی بر روی فکر و اندیشه شما گذاشته. و با توجه به اینکه سیاست‌های حکومت اسلامی رو هم شاهد هستید که به خصوص با کشورهای غربی و در رأس اون با امریکا و جریان برجام ما را به یک بنبست کامل رسونده، ایران از لحاظ اقتصادی در حال ورشکستگیه. شما این را از نزدیک میدونید و اگر اون چی که من میگویم اگر نادرست است رو خب بنابراین تو پاسختون به هر حال این رو روشن بفرمایید لطفا. با توجه به این وضعیت و با توجه به تنگناهای شدیدی که اکنون کشور ما باش روبروست، چه از لحاظ بین المللی در بین همسایگانمون و چه از لحاظ جهانی در رابطه با قدرت‌های مانند امریکا و نزدیک شدن شرایط سخت‌تر به خصوص بعد از تحریم نفتی که به زودی آغاز خواهد شد، شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی رو در ایران چگونه می‌بینید و راه حل شما به طور مشخص، یعنی اصل پرسش من اینه، راه حل مشخص شما برای نجات مردم ایران و برای نجات کشورمون در شرایط کنونی چیست؟ آیا به واقع هنوز میشه منتظر این بود تحولات اساسی و بنیادی در این حکومت به وجود بیاد که قادر بشه که این بحران‌ها رو کنار بگذاره؟ و اگر امیدی به این رژیم به طور مطلق وجود نداره در نزد شما، مخالفین رژیم و مردم کشور ما چه باید بکنن؟ از چه طریق میشه این وضعیت رو به صورت اصولی و منطقی تغییر داد؟ خواهش میکنم بفرمایید. دوست گرامی، پرسش شما یک سخنرانی بود و مجموعه ای از پرسش ها که من ناگزیرم به مقدماتی بپردازم که این پرسش یا پرسش های جناب عالی در او گنجانده شده باشه یا من پاسخ بگم. چند وقت پیش زلزله ای آمد، 9-10 ماه پیش، در سر پل ذهاب مردم ایران هیجان زده تلاش کردن که کمک بکنن. این نشون میده که در مردم ما عاطفه شدت زنده است. یعنی اگر برای احساس مردم ایران و اصلا بشر سه مرحله قائل بشین که کفش احساس عاطفه است و بعد
بعضی ها به مرتبه عقل میرسن و خیلی آدم های معدودی به مرتبه عشق ورزی، بخش وسیعی از مردمان ما تو همون کف احساسی و عاطفی ماندن و نخواستن که پای بر مراتب بالاتر بگذارن و به حوزه عقلانیت داخل بشن. مردمان سرپل زهاب کرد هستن، همه کردن و اصلا برای مردم بلوچ، مردم شیراز، مردم اصفهان این که اینا کردن مهم نبود، همه کمک کردن تا جایی که براشون مقدور بود. من خودم شب از تهران رانندگی می کردم، مینیبوس ها، اتوبوس ها، کامیون ها، و مثلا طرف یه پاترول داشت پر کرده بود بار، احساس می کرد اونجا هموطنش نیاز داره، سخته و باید هر جوری شده لوازمی رو برای اونها ببره. این خیلی زیباست، اما از این بالاتر که میای مشکل ها شروع میشه. همین چند روز پیش 3 نفر از جوانان کرد رو اعدام کردن، کل کشور نشستن تماشا کردن، کردستان تعطیل شد، همه مغازه رو بستن، کسی به ادارات نرفت با وجود تلاشی که سپاه کرد، اطلاعات کرد، ولی کردستان تعطیل بود، ولی شهرهای مجاور زندگیشون رو میکردن. یعنی برای مردمان اصفهان اصلا مهم نبود که کردستان داغ داره، جگر کردستان سوخته. برای مردمان خراسان مهم نبود که کردستان الان داغ داره. یعنی چی؟ من میخوام بهره بگیرم از این سخن. ما هر وقت فریاد و فغان برمی آوریم که یک سوزی رو، که یک مشکلی رو، که یک داغی رو خودمون احساس کرده باشیم، یعنی یه آواری بر سر خود ما فرود آمده باشه، یعنی همیشه اگر درد و داغی هست دوست داریم تماشا بکنیم و نه اینکه خودمون رو درگیر بکنیم. امروز کردستان تنهاست به خاطر اینکه من مشهدی، من شیرازی، من خوزستانی نخواستم درد او رو بفهمم، و تا زمانی که این نگرش فهیمانه در دور دستهای ما قرار گرفته، ما راه به جایی نمیبریم. یعنی که بگیم ما کردستان، خوزستان، درد شما برای شما، ما داریم زندگیمون رو میکنیم. یکی از رنجهایی که ما در داخل میبریم تفرقه مردمه، تشتت مردمه. مردم به اصطلاح دیر به همدلی میرسن، به همین دلیل بستر برای این بستر برای فریب این مردم بسیار فراهمه. مردم ما به راحتی فریب میخورن. توی ماجرای دی ماه سال گذشته هیاهوی در گرفت، کاملا سپاه نشست سناریویی رو طراحی کرد، یه جمعی از بسیجی ها رو ریخت، مثلا شیشه شکستن، چونای حساس و متنفر آمدن و میگیتن او داره شیشه میشکنه، اینا چرا نباید بشکنن، این داره آتیش میزنه، اونا چرا. یعنی به راحتی فریب خوردن مردم ما. مردم ما به شدت از این نظام متنفرن، یا بهتر بگم بخش وسیعی از مردم ما از این نظام، از کشتارگری این نظام، از حرامخاری این نظام، از ایرانخاری ملاها و سرداران سپاه متنفرن. اما چون اهل نگرش نیستن به راحتی بر بستر فریب میغلطن. یعنی مردم ما سوژه های بسیار جالبی هستند برای سناریو نویس ها که با این مردم بتونن بازی بکنن. هر وقت مردم ما کتاب خواندن، هر وقت مردم ما اهل مطالعه بودن، میشه روی اونها حساب کرد. این یک سوز ماست در اینجا. اما واقعیت قضیه این همین گسست در خارج از کشور هم هست. مثلا چند میلیون ایرانی به هر دلیل از وطنشون دل کندن، رفتن تو کشورهای مختلف جهان پراکندن. اینها به تعبیری سفیران مردم ایرانن که انگار رفتن توی کشوری مهاجرت کردن، یا اینجا شرایط براشون مهیا نبوده، رفتن توی کشور دیگه‌ای که بتونن آزاد باشن، بتونن رفاه داشته باشن، بتونن کار بکنن، بتونن نانی در بیارن و بتونن فعالیت کنن، اعتراض کنن. اما این که چرا بخش وسیعی از
دستجاتی که تو خارج از کشور صاحب تشکیلات هم چشم دیدن هم دیگر رو ندارن، این یک سودیست که در اخلاق ما ایرانیان انگار نهاده شده و ما دیر به همدلی میرسیم، دیر همدیگر رو پیدا میکنیم، دیر غم خودمون رو میتونیم به اشتراک بگذاریم، بگیم که من الان گرفتار این اندوه بزرگم و دیگران هم بیان قرار بگیرن در کنار این اندوه. و تا زمانی که یک صدای واحد از خارج از کشور شنیده نشه، ما چرا باید انتظار داشته باشیم در داخل کشور صدای واحدی شنیده بشه؟ الان یک جمعیت فراوان قابل توجهی در اطراف آقای خاتمی هستند. آقای خاتمی در چارچوب این نظامه، یعنی اگر گوشت این نظام و انقلاب رو بخوره استخوانش رو بیرون نمی اندازه. آقای خاتمی به خود من اعتراض به او کردم، گفتم آقای خاتمی شما چرا اعتراض نمی کنی؟ گفت من اگر اعتراض کنم باید از چارچوب این نظام خارج بشم و برم ته صفی بیستم که ابتدای اون صف رضا پهلوی. خب او آقای خاتمی به این چارچوب نیازمنده، بخش وسیعی از مردم اصلا این چارچوب رو دریدن و برون رفتن از این چارچوب هولناک. آقای خاتمی با تمام استعدادش طرفدارانش رو فرا میخوانه که در این چارچوب قرار بگیرن. مردمان متنفر و آسیب دیده و رنج دیده متمایلن که تمام این چارچوب ها رو بدرن و در یک فضای وسیع‌تر نفس بکشن. آقای خاتمی همه رو تحت حاکمیت ملاها فرا میخوانه، مردم متنفرند از ملا. اینه که یک جمعیت فراوانی الان در اطراف آقای خاتمی هن. یه جمعیتی هم حالا مثلا کارمندن، یه جمعیتی معلمن، فرض کنید که اینا نان میخورند، معیشتشون از این راه تأمین میشه، ناگزیرند در آمار حکومت در ردیف مثلا هواداران حکومت قرار بگیرن. ولی معلمی میره جلوی مجلس اعتراض میکنه، کشور تکان نمیخوره، بازنشستگان میرن اونجا اعتراض میکنن. من میگم او بازنشسته است اعتراض داره، منی که مغازه دارم مشکل ندارم. یعنی ما درد بازنشسته رو درد خودمون نمیدونیم، درد معلمین رو درد خودمون نمیدونیم. یک کارگر میره اعتراض میکنه، شلاق هم میخوره. ما این تیزی و سوز شلاق رو بر پشت خودمون احساس نمیکنیم، میگیم اون کارگر بره شلاقش رو بخوره، من که مثلا کارمندم استاد دانشگاه هم چرا باید نگران او باشم؟ به همین دلیل این تفرقه ها بستر بسیار مناسبی است که ملاهای بیت نظری و سرداران ایران خار، من این واژه ها رو متعمدانه به کار میبرم، یعنی سردارانی که اطراف آقای خامنه‌ای هستن، آقای خامنه‌ای رو مدیریت میکنن، یعنی امضاها رو از ایشون میگیرن، فریادها رو از حنجره ایشون بیرون میکشن. بعد خود این سرداران سپاه جاسوس اسرائیل و روسیه هستن، یعنی وقتی نتانیاهو دو تن اسناد داخل سپاه رو نشون میده، یعنی که ما باید یه عده رو استخدام کنیم، مراقب باشیم این سپاه مثلا دارایی های این کشور رو به داد نده. خب من الان به عنوان یک ایرانی معترض میام نگاه میکنم که من دست ببرم به انتخاب کدام از یارانی که با من هم صدا باشم. دوست گرامی، ما ناگزیریم فصل مشترک ها رو در نظر بگیریم، نه اینکه طرف رو بکشانیم بیاریم بگیم آقایی که مثلا توی سپاه هستی شما یا باید مثل من بیاندیشی که من تو رو قبول بکنم یا اینکه تو دشمن هستی. خب اگه اینجوری باشه ما تنها میمانیم، یه جزیره کوچکی میشیم. الان ایرانیان مثل جزیره های پراکنده‌ای هستن که به تعبیری هم دیگر رو تحمل نمی کنن، یا قلیسترش چشم دیدن هم دیگر رو ندارن، در حالی که ما فصل مشترک های فراوان داریم. یعنی تک تک این جزیره ها رو شما اگر نگاه کنید، ایران رو دوست دارن، ادب رو دوست دارن، اخلاق رو دوست دارن، رفاه رو دوست دارن، آینده خوب رو برای کشورشون دوست دارن. ولی یکی رفته سپاهی شده، یکی رفته معلم شده، یکی رفته خارج، یکی داخله. پس
مشترکات بزرگ رو بذاریم وسط، اختلافات کوچک رو کنار بگذاریم. این اختلافات انقدر عمده میشن ما رو باز میدارن از این که همدیگر رو دوست داشته باشیم. الان وقتی یه جمعیتی در خارج از کشور فحاشی میکنن نسبت به مثلا فلان جوانی که حالا کارمنده ولی تمایل به این داره که در همین چارچوب نظام جمهوری اسلامی کارمند باشه، ما چرا باید فحشی رو که یا ناسزایی رو که شما دارید میدید به ملاها و سردارها نصیب این هم بکنیم؟ ما باید یارانمون رو فرا بخوانیم، بگیم که آنچه که در بین همه ما عزیزه کشورمونه، رهایی کشورمونه، هر کسی که به رهایی کشورش و آبادانی کشورش علاقمنده و هر کسی که از ظلم بیزاره، از دزدی و از دروغ و از ناپاکی بیزاره، میتونه در شمار دوستان ما قرار بگیره. اینجوری اگر نگاه کنیم ببینیم این جمعیت زیادی داره میشیم. خب این مشترکات رو وقتی در نظر بگیریم ما به جمعیت فراوانی میرسیم. اگر اختلافاتمون رو ملاک قرار بدیم جزیره های کوچکی میشیم. الان توی خارج از کشور و در داخل گرفتاری ما اینه، یعنی کردستان داغدار میشه ما او رو رها میکنیم. من یک سفری به داخل کردستان رفتم، شهر به شهرش رو رفتم. شما اصلا انقدر این مردم در تنگنا هستن دلیلی نمیبینید که اونها به ایران عشق ببرزن. یعنی ایران چه کرده برای اونها؟ من یک جوانی رو اعدام کرده بودن 4-5 سال پیش به اسم شیرکو معارفی. این رفته بود عضو کمله شده بود، کاری هم نکرده بود، خدمت تبلیغات کم اعدامش کرده بودن. یک هفته بود این جوان اعدام شده بود، من رفتم توی مریوان بود ظاهرن یا مهاباد، رفتم منزل این شیرکو معارفی یا بانه. بعد اونجا کنار عکس این شیرکوی اعدام شده و پدر و مادر، یعنی پدر و مادرش بودن، من کنار عکس او ایستادم. بعد یک گفتگویی کردم با نظام جمهوری اسلامی، گفتم شما این جوان رو اعدام کردید، آیا برای او کار ایجاد کردید؟ برای او امکان تحصیل دانشگاه فراهم کردید؟ هویت او رو به عنوان کرد، به عنوان سنی به رسمیت شناختید؟ که بعد حالا برداشتید با یک خطا او رو اعدام کردید. اگر بنابر اعدام خاطیان باشه، سران جمهوری اسلامی که کردستان رو در این ورطه هولناک این چنینی قرار داده مستحق ترن که اعدام بشن تا این جوان در سر ناچاری و بیکاری و تحکم ها و تحقیر ها بلند شده رفته مثلا حالا عضو یک گروه مخالف شده. من تأیید نمی کنم که جوانان ما برن اسلحه دست بگیرن، اما چرا غم اون جوان رو نخورم و نشنوم وقتی میگه من بیکارم، کار ندارم، دانشگاه ندارم، هویت من به رسمیت شناخته نمیشه، کسی صدای من رو نمیشنوه؟ خب اینها سوزهای بزرگی. شما اگه میتونی یه نفر رو اونقدر گرسنه نگه دارید، بعد به خاطر اینکه حالا دست به نان یک مغازه برده که خودش رو سیر کنه یک دست او رو قطع بکنید. در خارج از کشور دوست من، تا زمانی که ما یک صدا نشنویم از ایرانیانی که شاخه‌های مختلفی رو برای خودشون آراستن، اعتراض میکنن و انصافا هم زحمت میکشن ولی نمیتونن کنار هم قرار بگیرن، اینها سفیران پراکنده ما هستن که ما ایرانیان رو در داخل به جای اینکه به تماشای یک حماورد یکتا و یک سخن بنشانند، به پراکندگی ها نشاندن، یعنی به تماشای پراکندگی ها و نفرت ها نشاندن. این آسیب بسیار بزرگی است. یعنی ما یک استعداد بسیار بزرگ از ایران فرستادیم به خارج از کشور، این استعداد برای اینکه به داد ایران برسه، به داد ایرانیان برسه، در خودشون متوقفن، با خودشون ستیز دارن. ما به اندازه کافی در داخل اختلاف داریم، اما حسیت این رو داریم که در خارج از کشور یک راهپیمایی یک میلیون نفری از ایرانیان ببینیم که یک سخن دارن، یک سخن
یک راهپیمایی 2 میلیون نفری ببینین که صاحب یک سخنن و رهایی ایران رو آرزو میکنن و بعد خواستهای خودشون رو یا مثلا خواستهای سلفی خودشون رو سهم خواهی های خودشون رو اول روی میز مطالبه نگذارن، بگن آقا من اگر اعتراض میکنم سهم من در آینده ایران چی میشه، من از الان باید خطکش بگذارم روی این سهم خواهی. ما الان بزرگترین سهممون رهایی سرزمینمونه، بزرگترین نقشمون رهایی این سرزمین از دست این ملاها و سردارانه. شما الان نگاه کنید چند روز پیش بازنشستگان ما یه جمعی حدود 2300 نفر رفته بودن جلوی مجلس، اونجا یه اداره هست وزارت مثلا برنامه بودجه یا اداره برنامه بودجه، اونجا به اعتراض ایستاده بودن، نیروی انتظامی نیامده بود اینا رو بزنه، پلیس نیامده بود اینا رو بزنه، یه سری چاقوکش آمده بودن اینا رو زده بودن. چاقوکش یعنی نظام ولایت فقیه و سپاه یاد گرفتن که اگر نیروی انتظامی مردم رو بزنه خب مردم فیلم میگیرن، اینا مفتزه میشن، بسیجی ها با شفیه و شکل و شمایل بسیجی و لباس خاص برن مردم رو بزنن مفتزه میشن. اینا یه اختراعی کردن چاقوکش ها رو با قمه و چاقو و تیزبرها میفرستن بین مردم و یه دفعه یکی از این بازنشسته ها رو زده بودن بازوش رو شکافته بودن، خون زده بود بیرون. یعنی اینجوریه، ما در داخل با آدم کشانی طرفیم که در استخدام ولایت فقیه هن، در استخدام سپاه هن، و اینها رو اون سردار حمدانی بود که در سوریه کشته شد، خودش در یک مصاحبه میگه، میگه من در سال 88 برای خواباندن اعتراضات مردم چاقوکش ها و قمه‌کش ها رو شناسایی کردم، اینا رو فرا خواندم تو مساجد تو حسینیه ها، اینا رو ساماندهی کردم و وقتی مردم میریختن توی خیابون این چاقوکش ها و قمه‌کش ها رو میفرستادم بین مردم. یعنی این عکسایی که میبینید از شکم های دریده و سر و صورت چاقو خورده، نیروی انتظامی نبوده، بسیجی نبوده، همین چاقوکش ها و قمه‌کش های به اصطلاح تابلودار بودن. اینا کی ساماندهی کرده؟ سپاه. کی ساماندهی کرده؟ سردار. کی اجازه شو داده؟ شخص رهبر. پس ما در داخل با حیولاهای طرفیم که هیچ کدوم از چارچوب های انسانی و مدنی رو نه تنها رعایت نمی کنن، بلکه در جهت زدودن این چارچوب ها قمه‌کش میارن وسط. حالا تنها جایی که آزادی هست، آرامش هست، لااقل آزادی بیان و امکان میتینگ و اینها هست خارج از کشوره، اونجا هم ما میبینیم این اختلافات هست، اینها چشم دیدن هم دیگر رو ندارن. این یک آرزوی بزرگه. باور کنید کاری که شما در خارج از کشور میتونید بکنید و دنیا رو متأثر بکنید ما در داخل نمیتونیم بکنیم، ما دستمون بسته است. ما الان مثلا بلند شدیم رفتیم پشت زندان رجایی شهر کرج، اونجا رامین حسین پناهی رو میخواستن اعدام بکنن، یعنی بچه ها رو. خب مگه چند نفر میتونن بر ترس ملی فائق بیان بلنشن بیان اونجا اعتراض کنن؟ ما جمعیتمون قلیله، یعنی به قول اینها ما رو میتونن تو یکی دو تا اتوبوس جا بدن. درست مردمان متنفر یک پتانسیل بزرگن که به هر حال یک روزی دست به دست هم خواهند داد و این یک روز به نظر من بسیار هم نزدیکه، اما چشم امید ما به شما ایرانیان و هموطنان خوب ماست در خارج از کشور. شما اونجا آزادی برگزاری میتینگ دارید، آزادی سخن گفتن دارید، شما شبکه های تلویزیونی رادیویی دارید، چرا نباید یک صدای واحد از خارج از کشور شنیده بشه؟ این در داخل ما به یک بی‌تربیتی تاریخی مبتلا هستیم. یعنی از در طول تاریخ مردم ما رو جوری تربیت کردن یا جوری بی‌تربیت کردن که همیشه چشم به راه یک ملک جمشید و یک رهبر و پادشاه و یک فردی مثل آقای خاتمی باشه بره وسط، بقیه هم پشتش باشن. اینها رو سپاه میدونه، اینها رو ولی فقیه میدونه، هر کسی که آمده
در جهت هدایت مردم یا اینکه راهنمایی مردم سر بلند کنه زدن، نابودش کردن، زندانی کردن یا از هستی ساقط کردن. به همین دلیل ما در داخل اتحادی نداریم، یکسان، یک شکل. مردمان متنفر فراوانن. الان 10 نفر اینجا بخوان بگن که آقا ما 10 نفر جامعه ایران رو هدایت میکنیم، آیا در خارج از کشور این 10 نفر پذیرفته میشن؟ باور کنید شروع میشه برای تک تک این 10 نفر پرونده ها رو میشه که آه شما فلانید، شما بهمانید. من میگم دوست عزیز، یک کارمندی که در داخل سپاهه روی دوشش قبطه داره ولی انسانه، او باید در دایره تعلقات ما قرار بگیره. یک دانشجویی که حالا مثلا طرفدار این نظامه میتونه در دایره تعلقات ما قرار بگیره. یک کارمندی که حالا مثلا اون طرفیه. ما باید جمعیتمون رو حول ایران گسترش بدیم، بگیم هر کی ایران رو دوست داره بیاد، هر کی رهایی ایران رو دوست داره ما هم او رو دوست داریم. اینجوری که باشه جمعیت بسیاری با ما هم سخن میشن. ولی اگر اصرار بکنیم آقا اصلاح طلب، اصولگرا، نمیدونم برانداز، بله ما به سمت براندازی میریم، ما سر به تن این نظام نمیخواهیم، ولی با دعوت همه مردم. الان شما نگاه کنید، خود من محمد نوریزاد در تیررس تیرهای بسیار فراوانی هستم، میگن چون این از اون ور اومده جاسوسه. خب الان فردا یه استاد دانشگاه از اون ور میخواد بیاد این طرف، میگه که ببینید با نوریزاد چی کار میکنن. حالا من برم جناب نوریزاد، جناب نوریزاد چی میخواد از اون ور بیاد؟ یه کارمند میخواد جناب نوریزاد، یه اصلاح طلب میخواد بیاد به سمت ما. خب جناب نوریزاد نگران هم میگن که فردا از کجا معلوم منو مثلا جاسوس تلقی نکنن. به همین دلیل ما باید آغوشمون رو باز کنیم به سمت همه کسانی که ایرانی هن، ایران رو دوست دارن و رهایی ایران رو دوست دارن. اصلا کاری نداشته باشید این توی چپ راست، سلطنت طلب، نمیدونم فلان، مجاهد، دیگریست. هر کسی ایران رو دوست داره بیاد، هر کسی رهایی ایران رو دوست داره بیاد. ما میتونیم با هم بعدها گفتگو بکنیم، به همدلی برسیم، ایران جناب نوریزاد بدیم. فرصت برای گفتگو فراوانه. الان یک موضوع مهم رو باید بگذاریم وسط و همه اختلاف ها رو باید بگذاریم کنار و ما چشم به راه ایرانیان خوب خودمون هستیم در خارج از کشور که این چراغ رو روشن کنن و این سیگنال رو به سمت داخل بدن. مثلا تجسم یک راهپیمایی بزرگ میلیونی در مثلا واشنگتن که ایرانیان جمع شدن از سرتاسر آمریکا و از سرتاسر اروپا و حتی آفریقا، خودشو یک خطندازی داشته بلیت هواپیما بگیره بلنش بیاد اونجا در کنار این میلیون ها نفر قرار بگیره و بگه من ایرانی برای سرنوشت کشورم اهمیت قائلم. این جمعیت میلیونی وقتی به چشم بیاد سازمان ملی. جناب نوریزاد، جناب نوریزاد عزیز، به صدای منو دارید؟ جناب نوریزاد ما اوتریزین رو قبول داشته باشن. امید دارم یک چنین روزی در چشمانداز ما قرار بگیریم. جناب نوریزاد صدای منو دارین؟ بله بله. خب متاسفانه به دلیل اشکال فنی من یک جاهایی میخواستم شما رو قطع کنم و پرسش دیگر مطرح کنم، ولی چون شما صدای منو نداشتید در نتیجه من از اتاق فرمان کمک خواستم که این کارو بکنه. به هر حال شما توضیحات خیلی مهمی رو دادید، ولی به دلیل کم بوده وقت شاید ما نتونیم به تمام جوانه به این بحث برسیم. این برنامه جناب نوریزاد یک برنامه در اینا چالشی هم هست، یعنی وقتی من با مهمان صحبت میکنم در مورد بعضی از نقطه نظراتشون سوالای جدیدی رو طرح میکنم و اونها رو میتونم مورد سوال قرار بدم، یعنی اون بحثی که میکنه. بسیاری از صحبتهای شما قابل تایید و بسیار با ارزشه. من امیدوارم که بینندگان این برنامه به جزء فرمایشات آقای نوریزاد توجه کرده باشند. آقای نوریزاد در بین چند چهره شاخص مخالف رژیم در ایران هستند
یعنی به تعداد انگشتان دستن. دکتر ملکی، خانم نسرین ستوده است، آقای حشمت تبرزدی، آقای نوریزاد و تعداد دیگر از دوستان. ما در ایران به غیر از این تعداد انگشت شمار چهره شناخته شده سیاسی نداریم که بیان در رسانه‌های خارج از کشور و احیانا در ایران اگر امکانی فراهم بشه در گوشه پشت دیوار زندان اوین یا در به اصطلاح مراسم بزرگداشت خاطره قربانیان حکومت اسلامی ایران در یک جمعیت خانوادگی و محدود بتونن حرف خودشونو بزنن. نمیتونن. و در این حال خودشون هم اشاره کرد آقای نوریزاد که در ایران امکان وجود تشکیل یک نیروی اپوزیسیون سازمانیافته وجود نداره. این رو من تاکید میکنم که اون دسته از ایرانیانی که خارج از کشور بهانه میارن و نمیگذارن گروه های سیاسی خارج از کشور با هم وارد یک همکاری جدی بشن و یک شورای به اصطلاح هدایت کننده، مدیریت کننده و هر چیز دیگری به وجود بیان، خواهش میکنم توجه کنن و اگر فکر میکنن حرفای آقای نوریزاد اشتباس با من تماس بگیرن، من دعوتشون بکنم و بیان راجع به این مسئله صحبت بکنیم. آقای نوریزاد درست میگن که در خارج از کشور افرادی هستن که سنگ میاندازن، هم در راه اتحاد گروه های خارج از کشور و شخصیت های سیاسیمون، آگاهانه یا ناگاهانه هر دوی این دو گروه، این آدما، اینها در خدمت حکومت اسلامی ایران قرار دارن. این حرفی است که امروز آقای نوریزاد به یه فرم دیگه میگه. من به بحثایی که آقای نوریزاد در خصوص این که مردم ایران کتاب نمیخونن و به همین خاطر آگاهی لازم ندارن که وقتی معلمات اعتصاب میکنن اونها برن ازشون پشتیبانی بکنن، درد بازنشستگان، درد کارگران، درد معلمان، درد همه جامعه باشه. اگرچه این مسئله برمیگرده به بحث به اصطلاح جداگانه ای، حکومتی که از کودکی بچه های مردم رو سینه زنی و زنجیر زدن یادشون داده و نوع خونی یادشون داده، معلومه که اینا کتاب نمیخونن، معلومه که اینا تئاتر نمیرن، معلومه که اینها با هویت تاریخی و ملی خودشون بیگانن. 40 سال گذشته، چندین نسل رو اینا دچار یک فرهنگ منحط و عقب مونده کردن و امروز اگر ما این نارضایتی عمومی رو میبینیم به خاطر وضعیت بد معیشتی این مردمه. طبیعتاً عنصر آگاهی تو بخشی از مردم ایران به وجود میاد، یا در نتیجه زحمات فردی خودشونه یا در نتیجه هوشیاری خودشونه و به همین خاطر امروز موج نارضایتی در ایران صورت گرفته. وقت ما کمه و در نتیجه من ناچارم این نکته رو با آقای نوریزاد بگم که آقای نوریزاد عزیز، ما هم در خارج از کشور مشکلات شما رو به نوعی که در داخل هستید رو داریم. ما هم موافقیم سر یک اصل مشخص همه ما باید متحد بشیم، شما باید کمک کنید، ما هم کمک میکنیم، ولی روشن و دقیق باید بگیم. ما طبیعیه که همه ما ایرانی هستیم، طبیعیه که همه ما برای نجات ایران و مردمان ایران مبارزه میکنیم، طبیعیه که همه ما، همه مردم ایران رو، کرد و بلوچ و ترک و فارس و گیلانی و مازندرانی و خراسانی رو جز خودمون میدونیم. بنده از کرمانشاه اومدم، شما از شهریار اومدید، اون یکی از آذربایجان اومده. شما به روشنفکران کشور ما نگاه کنید، همه اینها متعلق به جمعیت‌های قومی و فرهنگی و مذهبی گوناگون هستند. ما با هم میتونیم کنار بیاییم، مردممون کنار اومدن. مگر خودتون نفرمودید سر زلزله کرمانشاه همه مردم از نقاط مختلف ایران ماشیناشون رو پر از امکانات کردن، کمک‌های اولیه آذوقه کردن، بردن برای هموطنان کرد ما در استان کرمانشاه. بنابراین مردم ما با هم قهر نیستن، مردم ما کرد و ترک نمی‌کنن. این برخی از سازمان‌های سیاسی هستند که این مسئله رو دامن می‌زنن، نفاق می‌اندازن، بهانه می‌آورن در بین مردمان کشورمون. بنابراین این مسائلی است که برمیگرده اشکالش آقای نوریزاد به شما، به من، به اون که احزاب سیاسی کرد و بلوچ و عرب درست میکنه و آگاهانه و ناگاهانه بین مردم جدایی میاندازه. بنابراین وقتی اونها با این هدف این کارو میکنن و در یک چنین شرایطی که به قول شما به خاطر ایران حتی حاضر نیستن با هم همکاری بکنن، اینها مورد سوال قرار میگیرن. مردم ناآگاه مورد سوال قرار نمیگیرن، نمیدونن. این ندونستن چیز بدی نیست، بده به خاطر اینکه
نمیدونن و در نتیجه منافعشون رو تشخیص نمیدن، ولی مقصر نیستن به خاطر اینکه حکومت شرایط رشد و آگاهی اونها رو به وجود نیاورده. آقای نوریزاد، چون وقت کمه، یه نکته مهمی رو شما گفتید، شرط همکاری و همبستگی ملی تلقی کنیم. اشاره کردید به خاطر ایران. من گفتم مسئله ایران یک مسئله بدیهیه. کسی که ایران رو دوست نداشته باشه، چه چپ باشه، چه راست باشه، چه میانه، بحثی باهاش نداریم. کسی که امروز مانند من و شما و هزاران نفر مانند من و شما در سراسر دنیا تلاش میکنن که راهی برای نجات کشورشون پیدا بکنن، ایران رو دوست دارن. اما این کافی نیست آقای نوریزاده عزیز. ما حول فقط ایران دوستی نمیتونیم متحد بشیم. ما میخواییم بدونیم بعد از سرنگونی این حکومت ایران ما دوچار چه مناسباتی میشه، چه چیزی میخواد اونجا حکومت بکنه. فرق نمیکنه، شما سپاهی میشناسید که ایران دوست داره، با این رژیم مخالفه، من هم او رو دوست دارم، همه ما او رو دوست خواهیم داشت. ارتشی میشناسید که ایران رو دوست داره، عدالت اجتماعی رو دوست داره، طبیعی است که همه ما اونها رو دوست خواهیم داشت. مهم اینه که ما ایرانی، ما دانشجو، ما سپاهی، ما ارتشی، ما بازاری، ما نمیدونم زن، ما کرد، ما بلوچ، ما گیلانی و مازندرانی بدونیم فردا ما بر اساس کدوم مناسبات سیاسی میخواهیم زندگی کنیم با هم. چگونه سیستمی میتونه حقوق همه ما رو برابر نگه داره تا اینکه ماشین استبداد مجدداً به راه نیفته و دوباره ملت ما رو زیر چرخای سنگین خودش خرد و نابود نکنه. آقای نوریزاد، چون وقت کمه، من حرف آخر رو میزنم، امیدوارم در یک برنامه دیگه شما شرکت کنید، در این خصوص بیشتر با هم صحبت بکنیم. از اتاق فرمانم خواهش میکنم 2-3 دقیقه بیشتر به ما وقت بدن. شما اگر محور اصول همکاری رو دموکراسی قرار ندید، ما نمیتونیم با هم متحد بشیم. دموکراسی یعنی حاکمیت ملی، دموکراسی یعنی حقوق تمام شهروندان ایرانی از کرد و ترک و بلوچ و مازندرانی و گیلانی و شهریاری و ورامینی، همه به طور یکسان در هر طبقه و گروهی هستن، به اصطلاح رعایت بشه اون حقوق و بتونن با هم دیگه بدونن و مطمئن باشن که چگونه میخوان فردا کشورشون رو اداره بکنن. من ازتون تمنا میکنم به عنوان یک هنرمند، یک روشنفکر، یک فعال سیاسی به این مسئله بپردازید و مطمئن باشید ما در خارج از کشور با اقدامات جدی تلاش میکنیم این وحدت رو به وجود بیاریم. میدونیم شما تریبون ندارید، ما تریبون شما میشیم، تریبون ملت ایران میشیم، ولی بین خودمون تفاوت قائل نباشیم، بین جمهوری خواه و نظام پادشاهی خواه تفاوت قائل نباشیم، بین کرد و فارس و تهرانی و ورامینی تفاوت قائل نباشیم. بنده به اون اندازه برای مردمان کردستان و بلوچستان دل میسوزونم که برای تهرانیایی که بغل شهر تهران در بیغوله ها و در ناکجا آبادا زندگی میکنن هم باید دل بسوزونم. فقط این 3 نفر جوون همشهری من نبودن اعدام شدن، هزاران نفر غیر کرد و غیر بلوچ در اون کشور اعدام شدن، جان خودشون از دست دادن. شما مادران داغدار ایرانی رو میدونید، کدوم یک از اقوام مثلا فرض میگیریم به طور مشخص کرد یا بلوچ آمدن تو مراسم اونا به عنوان نماینده اقوام خودشون همدردی ابراز کردن؟ ما همه به اندازه به طور مشترک اشتباه کردیم، به طور مشترک نسبت به سرنوشت همدیگه بی‌اعتنا بودیم و راهش اینه که به طور مشترک به همدیگه دل بسوزونیم، از همدیگه حمایت بکنیم، کرد و ترک و بلوچ نکنیم در مقطع فلانی، در مقطع فعلی، و سعی بکنیم با همبستگی ملی خودمون راهی برای نجات پیدا بکنیم. راه نجات نهادینه کردن دموکراسیه. وقت کم من اون رو باز نمی کنم و ایران دوستی. خواهش میکنم تو فاصله 2 دقیقه آخرین سخنان خودتون رو بفرمایید. من و شما هم سخنیم. من اختلاف زیادی بین سخن خودم و سخن شما که نمی بینم، اتفاقا همدلی می بینم. سخن همه معترضین در داخل کشور این هست که آقا این جامعه مذهب زده باید جاش رو به یک جامعه آرمانی پسندیده که همه انسانها در او دخیل باشند، زندگی شایستهی داشته باشند، دموکراسی نه رهبر بشناسه نه چوپان، همه یک دل یک سخن باشند. بهترین شاید پسندیده ترین شیوه های حکومتی الان در کشورهای غربی این فضا رو ایجاد کردن. ما هم همین رو میخواییم که در اون جامعه چه مذهبی چه غیر مذهبی آرامش داشته باشه در کمال احترام. اما
یک سخن اساسی من اینه دوست عزیز، ابرقدرت ها به این نگاه نمی کنن که من نوریزاد در داخل و جناب معتمدی در خارج خواستار دموکراسی هستیم. ابرقدرت ها به منافعشون فکر می کنن و ملایان و سرداران اتفاقا تخمه هایی هستن که منافع ابرقدرت ها رو فراهم می کنن که در داخل بر سر این سفره گشوده همچنان باشن. ما در یک شکل می توانیم خودمون رو بر خواست ابرقدرت ها تحمیل بکنیم، اون هم یک صدایی و یک سخنی برای رهایی ایرانه. یعنی آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، پارلمان اروپا وقتی ببینن ایرانیان متشتت و متفرقن، دلیلی نمی‌بینن برای این جمعیت پراکنده فضایی از دموکراسی فراهم بکنن، تا زمانی که یک پارچگی در مردم ایران ببینن و مردمی که از یک حنجره واحد دموکراسی رو فریاد می‌زنن، آرامش و آزادی فهیمانه رو فریاد می‌زنن، اونجاست که خواست ملی بر خواست ابرقدرت ها تحمیل میشه و اونا ناگزیر میشن مردم ایران رو و خواستشون رو ببینن و تبعیت کنن. در یک چنین شکلی است که ما میتونیم به رهایی بیاندیشیم و تا زمانی که متفرق باشیم دیگران برای ما دل نخواهند سوزاند. این که من گفتم تجسم این که ایرانیان در خارج از کشور با شکوه تمام در یک همایش بزرگ، در یک حضور بزرگ میلیونی یک خواست رو فریاد بزنن، رهایی منجر به دموکراسی، اینجاست که سازمان ملل متوجه خواست بزرگ مردمان ایران خواهد شد. مجامع حقوق بشری از ما حمایت خواهند کرد. ولی تا زمانی که 2000 نفر یه جا، 20000 نفر یه جا، 5000 نفر یه جا، در خارج، در داخل، به صورت پراکنده هر کدوم یه حرفی بزنن، این مجامع مؤثر جهانی نمیتونن از ایرانیان و اندوه ایرانیان جانبداری بکنن. امید این رو دارم به ویژه برای عزیزان ایرانی که در خارج از کشور هستن، این روز باشکوه رو برای ما ایرانیان در داخل فراهم بکنن و ما در داخل خبرهایی بشنویم از یک حضور میلیونی و بیشمار که ایرانیان از هر کجا آمدن در یک نقطه از امریکا، اروپا حضور به هم رساندن. یعنی واقعا یک ایرانی رو که در آفریقاست، مثلا در ژاپن، پسندازی داره، من میبینم یک روزی که این پسندازش رو هزینه یک سفر ملی بکنه، بلند شه بره در یک نقطه از خارج از کشور که فراخوان داده شده، همه اونجا یک دل برای رهایی ایران فریاد بزنن. این هست که به چشم مجامع قدرتمند جهانی میاد و خواست بزرگ ایرانیان رو بر طبق اراده مردم ایران میگذاره و اونا ناگزیر میشن این رو بپذیرن. به امید اون روز، به امید رهایی، به امید حاکمیت دموکراسی در ایران آینده. آقای نوریزاد، من بسیار ممنونم از گفتگویی که با هم داشتیم، خیلی رضایت دارم، خوشحالم شما این مطالب رو در این برنامه بیان کردید. براتون آرزوی سلامتی میکنم و به امید آنکه آرزوی شما هرچه زودتر توسط ایرانیان خارج از کشور و با کمک و پشتیبانی همه هموطنانمون در داخل ایران برآورده بشه. ممنونم از حضورتون در این برنامه. درود بر شما و درود بر هموطنانمون در هر کجای جهان، به ویژه ایرانیانی که در داخل ایران اسیرند. امید روزهای خوب برای ایران عزیز. درود بر شما. همینان عزیزمون، به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق آقای نوریزاد، از همه شما عزیزان تا روز دوشنبه، و میدونید شنبه و یک شنبه ما برنامه‌ای نداریم، تا روز دوشنبه براتون آرزوی سلامتی و شادی میکنم و امیدوارم تمام این تلاش‌ها روزی به نتیجه روشن و درخشان برسه. شاد و پیروز و سربلند باشید. بدرود.